بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی برای زیبایی منظم و منسجم ساختن جامعه اسلامی بالای تمام افراد جامعه حقوق و مزایایی را مقرر کرده که هر فرد جامعه مکلف است که آن حقوقی که از افراد دیگر بالای آن عاید می شود آن را ادا کند و کاملا همه قسم برای زیبا ساختن زندگی خانوادگی الله سبحانه و تعالی بالای تمام افراد خانواده حقوق از همدیگر را مقرر کرده. بناهن بالای زن و شوهر، بالای هر دو حقوق از همدیگر مقرر شده است که اگر آن را ادا کنند و هر دو یعنی جانبین پاسداری آن حقوق را کنند، یک زندگی بسیار زیبا پر از لطف، محبت، امنیت و راحت را میان همدیگر سپری خواهند کرد. متاسفانه ما و شما در جامعه قرار داریم که بالای خانم بسیار زیاد تأکید می شود، توصیه می شود که حقوق شوهر را مراعات کند. یک پدر و یک مادر هنگامی که دختر خود را رخصت می کنند و ای را بسیار زیاد توصیه می کنند که دخترم حقوق شوهر، اطاعت شوهر، فرمانبرداری شوهر، خوشی شوهر، رضامندی شوهر، خلاصه دختر را بسیار زیاد سرتکان می کنند که شوهر تو باید، یعنی که باید حقوق شوهر را ادا کنی و گویا شوهر را مثل یک بلای بالای وی مسلط میکنن که وی وادار است، مکلف است به ای که وی را راضی بسازد. اما در پهلو برای شوهر هیچ توصیه نمی باشد به ادا کردن حقوق خانم. همان پدر و مادر ما هنگامی که بر پسر خود زن می آورن هیچ توصیه به آن پسر نمی باشد که پسرم حقوق خانم، رضا ساختن خانم، خوش ساختن خانم، حقوق وی را مراعات کن. چون این توصیه در جامعه ما بسیار زیاد کم است و متاسفانه که در جامعه ما حقوق زن بسیار زیاد پایمال شده است و به شوهرها بسیار کم توصیه می شود که قسمی که از آنها بالای خانم حقوقی است، کاملا همه قسم از خانم هم حقوق بالای آنها الله سبحانه و تعالی مقرر کرده و وی مکلف است که باید آن را ادا کند. بناهن اولا خود زنان مسلمان خودشان باید در رابطه به حقوق خود بفهمن، آگاه باشن که من بالای شوهر خود چی حقوق دارم. اقدر که من توصیه میشم که باید حقوق شوهر خود را ادا کنم، آیا من هم حقوق بالای شوهر دارم و یا نه؟ خواهران عزیزم، دین مبین اسلام، دین منصف اسلام، قسمی که از شوهر حقوق را بالای تو مقرر کرده، کاملا همه قسم حقوق تو بالای شوهر است و شوهر مکلف است که باید آن را ادا کند. و حقوقی که دین اسلام برای زن مقرر کرده، چند تن آن را خلاصتاً بیان میکنم. اولین و بزرگترین حق خانم بالای شوهر و این است که باید شوهر به خانم خود رفتار نیکو داشته باشد، حسن سلوک داشته باشد، اخلاق زیبا به خانم خود داشته باشد. قسمی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، حضرت ابی هریره روایت میکند، روایت ترمذی است که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. کاملترین مؤمنان از لحاظ ایمان، یعنی کاملترین ایمان از آن مؤمن است که اخلاق نیکو دارد، اخلاق حسنه دارد و بالخصوص بهترین رفتار و بهترین اخلاق را با زنان خود دارند. پس ببینن که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتار نیکو با خانم را گویا یک شرط تکامل ایمان قرار داده که انسانی که با خانم خود رفتار نیکو، اخلاق حسنه و زیبا داشته باشد، گویا این یک شرط تکمیل ایمان وی است. اما متاسفانه که اکثریت مردان جامعه ما این حق زن را مراعات نمی کنند و بسیار رفتار زشت با خانمهای خود می دانند. و نه فقط خود این شوهر، بلکه بالفرض اگر یک بنده خدای پیدا شود که با خانم خود رفتار نیکو داشته باشد، با وی لقبهای چون زن مرید و زن پرور گذاشته می شود. در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زیباترین رفتار را با خانمهای خود داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسران خود مثل یک رفیق، مثل یک دوست، همدم و همراز بودند. بلکه حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر می رفت، یکی از زنان خود را حتما با خود می برد. و روز در سفر بودیم و من با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم. پیامبر اهل قافله را پیش فرستاد و مرا گفت عایشه با من مسابقه دوش می کنی؟
و ما گفتم بله یا رسول الله، ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم مسابقه دوش کردم و ما بردم. حضرت عایشه چون لاغر بود، حضرت عایشه برد. و بعدا چندین سالها بعد دوباره همه قسم در سفر بودیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست تا مسابقه دوش کنیم و در این وقت حضرت عایشه رضی الله عنها چون وزن گرفته بودن، بنان آنها باخت و پیامبر صلی الله علیه و سلم برد و فرمود که عایشه این جواب آن برد قبلی تو. پس ببینن برادران عزیز که پیامبر صلی الله علیه و سلم با خانم های خود چگونه رفتار داشت. مثل یک رفیق با آنها مسابقه میکنه در دوش، در حالی که بعضی از مردان امروز را اگر گفته شود که با خانم خود رفتار نیکو، رفتار دوستانه داشته باش، چنین دعوا میکنن که این خلاف شأن مردانگی من است. این خلاف ای است که من یک مرد با خانم خود رفتار نیکو داشته باشد. مردم با من زن مرید میگویند، مردم با من طعنه میزنن. برادرم تو مردم را نبین، تو پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببین که با خانم های خود چگونه رفتار داشتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام امور خانه با خانم های خود همکاری میکرد، کمک میکردن. حتی که امهات المؤمنین فرموده اند که هیچ کار از خانه نمانده بود مگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن کار با ما همکاری میکرد. ولی مردان معزز امروزی ما را الا ماشاءالله، بعضی از مردان ما را اگر گفته شود که با خانم خود در کارهای خانه همکاری کن، یک جارو را به دست بگیر، یک خمیر کن، چونین بالای ذات گرامیشان گران تمام میشه که خلاف شان ما است، خلاف شان یک مرد است که برخیز کار خانه را انجام دهد. نه فقط آن مرد بلکه مادر وی، پدر وی، یعنی چونین میکنه که بچه ما کار کنه. آیا بچه تو از پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده نعوذ بالله زیادتر است؟ پس پیامبر در هر امور خانه با خانم های خود تا جایی که توانشان می بود و وقت می داشت همکاری می کردن. و این نشانگر رفتار نیکو و حسن سلوک و اخلاق زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم با خانم های وی است. پس یکی از حقوق زن بالای شوهر همی است که شوهر باید با وی مثل یک انسان رفتار کند، نه مثل حیوان. رفتار نیکو و زیبای را با خانم داشته باشد. و حقوق دوم زن بالای شوهر این است که شوهر طبق استطاعت و توان و توانایی خود خوراک و پوشاک و ضروریات و سامان زندگی زن را برای وی مهیا کند. چون این نباشد که یک مرد خودش میلیاردر است ولی از لباسهای بسیار کم قیمت و غذای بسیار خراب برای خانم خود ارائه کند. نه خیر، بلکه قسمی که استطاعت او است مطابق استطاعتش باید برای خانم خود غذا و خوراک و پوشاک و مسکن و ضروریات زندگی وی را ارائه کند. و نه چنین باشد که یک شخص بسیار استطاعت کم و ضعیف داره ولی همیشه خانم وی از مطالبه لباسهای بسیار گران قیمت و غذای فوق العاده را داشته باشد. نه، زن هم باید اینجا مجبوری شوهر خود را درک کند و مطابق استطاعت وی از وی نان و نفقه و مسکن و خوراک و پوشاک خود را طلب کند. و همچنین حق سوم خانم بالای شوهر این آیت می شود که شوهر باید با خویشاوندان و اقارب، پدر و مادر، برادر و خواهر خانم خود رفتار نیکو داشته باشد. همیشه آنها را تذلیل و زشت نگوید، بلکه با آنها رفتار خوب و رفتار درست از بابت خانم خود داشته باشد. برای سربلندی خانم خود باید با فامیل وی بسیار زیاد رفتار زیبا داشته باشد. و همه قسم حق دیگر از خانم بالای شوهر این آیت می شود که گاه گاه شوهر باید وی را اجازه دهد تا خانه پدر برود، از پدر و مادر خود دیدار کند، تا پیش پدر و مادر خود بماند. چون این نباشد که وقت زن را از خانه پدر آوردی کاملا بندی بساز و اجازه نده که از خانه براید. این خلاف حق خانم است. بنانی مختصرا دوستان گرامی از حقوقی است که الله سبحانه و تعالی برای خانم بالای شوهر مقرر کرده و هر فرد مسلمان، هر شوهر مسلمان مکلف است که باید این حقوق را ادا کند.